پس یادآوری کردن ای که ما در مقابل پروردگار خود قرار میگیرم، او پروردگاری که تک تک اعمال ما را محاسبه میکنه. این مفهوم در ذهن زنده باشه، انسان در نماز خود خشوع میداشته باشه، اگر نباشه نمیداشته باشه. پس طلبی از این هم از الله تبارک و تعالی شد. چرا؟ اهدنا الصراط المستقیم. چرا باید این کار را بکنیم؟ به دلیل ای که هیچ ذات توانایی معرفی مسیر حق را نداره بجز الله. اگر انسان ها با استعداد و توانایی های ذاتی خود میتانستن راه مستقیم را کشف بکنن و دریابن و در او مسیر استقامت ببرزن، الله نیاز بر ارسال انبیا و کتاب ها پیدا نمیکرد. به امی خاطر پیامبر آمد. اهدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم چیست؟ مفهوم گنگ نیست. عظمت این دین دیست که هیچ حرفی از حروف و هیچ کلمی از این کلمات در دین الله گنگ نمانده، زمانی که ما علمن بفهمیمش. چون ادعای هدایت و پامندی در مسیر حق و صراط المستقیم نه خیلی ها میکنن و چقدر گمراه و جاهل و احمقترن او انسانهای نادانی که هر مسیر با صراط مستقیم میگن. کتاب نوشته میکنن صراط های مستقیم، خودش کتاب نوشته میکنن صراط های مستقیم، باز با امی عقیده میگن در مسیر مستقیم. خب پس صراط مستقیم چیزی نیست که انسانهای جاهل نادان احمقی که در تضاد با شریعت الهی قرار دارن ادعاش را بکنن، بلکه خود الله معرفی کرده اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، مسیر او کسانی که برشان انعام کرده. چی چیز را انعام کرده؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. تمام نعمت انعام الله هست. به همین خاطر کسانی که انعام شدن چی کسانی هن؟ الذین انعم الله علیهم من النبیین، اولین کسانی که مورد انعام الله قرار گرفتن. و ما در اهدنا الصراط المستقیم مطالبه میکنیم که پروردگار مسیر از اینها را بر ما بیار، انبیاء علیهم السلام. اصل امین است. باز شهدا و صالحین اینا پیروان انبیاء هن. پس چه کسانی در مسیر هدایت هن؟ فقط و فقط انبیاء علیهم السلام. و هر کسی که مسیر پیامبر و امور روشی که خود پیامبر بیان کرده و ترسیم کرده و عملی کرده باید دنبال بکنه. اهدنا الصراط المستقیم همین مفهوم را باید ذهن انسان بتن که ما نیاز دارم به ازی که از پروردگار طلب هدایت بکنم و هدایت را به غیر از الله کسی دیگه برام نمیتونه نشان بده. به امی خاطر پیامبران الهی را معزول کرده و بر از اونها تمام کرده نعمت خود را با نزول کتاب ها، خصوصا رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان آخرین پیام آور الهی برای بشریت که دین کامل و همه جانبه را داره، که اگر یک انسان احساس بکنه هنوز این دین بر ما جوابگو نیست، در اوج گمراهی قرار داره. وقتی الله خودش با او عظمت و جلالش اعلان میکنه که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، با اینمی ابلاغ از جانب الله یک انسانی بازم تصور بکنه که نه این دین بازم بر ما جوابگو نیست، اوج گمراهی دیگه همیست. خیلی انسان ها به صراحت با ادعای مسلمانی امی ادعا را دار دین در جوابگو نمیدانه، عجیب است. پس چی ضرورت برای ارسال پیامبران الهی است دیگه؟ چی ضرورت برای نزول وحی است؟ چی ضرورت برای ارسال کتاب ها است دیگه؟ خب خود انسان بعد این کارو میکرد. با اوج بی شرمی میان حاضر میشن که آ دین جواب گو نیست، ما باید به طرف نظام سکولار باشیم. تعجب. با همزمان با ادعای مسلمان جمع نمیشه تو حالتی. پس همه این مفاهیم در حین عبادت خالصانه الله در ذهن بنده باید بیدار باشه. وقتی میگه الحمدلله رب العالمین، وقتی میگه الرحمن الرحیم، وقتی میگه مالک یوم الدین، وقتی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، و وقتی میگه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی اصل مسیر هدایت مسیر انبیا و کسانی که در مسیر هدایت انبیا قرار میگیرن، شهدا، صالحین و دیگران. خب این مسیر آیا انحرافات نداره؟ دقیقا داره. غیر المغضوب علیهم، نه راه کسانی که تو بالای از اونها چی کردی؟ غضب کردی. چی کسانی مورد غضب الله قرار میگیرن؟ علما توضیح دادن و در حدیث شریف هم تفسیر این جمله میوه که هم الیهود، اینا یهودن. علما توضیح میتن یهود میگه کسانی بودن که دانسته مسیر هدایت را
نقض کردن. چون گمراهی دو نوع هست، یا گمراهی عالمانه هست یا گمراهی جاهلانه. گمراهی عالمانه خطرناکتر و زننده‌تر و کشنده‌تر است. به امی خاطر الله تبارک و تعالی بعد از بیان صراط مستقیم و راه کسانی که مورد نام قرار دادن، اول اینا را معرفی میکنه: غیر المغضوب علیهم، نه راه کسی که دانسته از مسیر حق گمراه میشه در رأس یهود. یعنی چی؟ اینجا یک مفهوم دیگه در ذهن انسان بیدار میشه که تنها شناخت حق کافی نیست. خیلی کسایی هستن حق را میدانن گمراهن، پس غیر المغضوب علیهم، اینا مورد غضب الله قرار میگیرن. یعنی عذاب اینها شدیدتر است. دانسته حق را نقض کردن و انسان بالفعل میبینه. اما رقم یک، رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگه بیان کرده بود که شما در مسیر اهل کتاب قرار میگیرین، قدم به قدم و وجب به وجب به دنبال از اونها میرین، حتی اگر اونها یک امر بسیار صریح احمقانه را انجام بدن و سر خود داخل خانه سوسمار بکنن، شما هم عین کار را میکنین. غیر المغضوب علیهم، پروردگارا تو ما را در مسیر هدایت نگاه بکن، نه راه او کسانی که حق را بدانن بعد باز گمراه شوند. این خیلی خطرناک است، مستحق غضب الله هن. کدام الله؟ امو اللهی که مالک یوم الدین هست، امو اللهی که پادشاهی او روز فقط از اوست و در او روز چی را و تعامل با انسان ها داره. در او روز پروردگار با صفت رحمتش یاد نمی کنه: لله الواحد القهار.